باز یک پرده عمیق‌تر در یک روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که نه تنها ذکر صلوات سبب بقیه ذکرها را هم داره. یه پله بالاتر حضرت صادق علیه السلام فرمودن من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه اللهم صل علی محمد و آل محمد کتب الله له بذلک ثواب الرکوع و القیام و السجود. یعنی اگر انسان نمازش رو هم منور کنه به ذکر صلوات، نورانی تر بکنه، در قیام حالا قبل از به اصطلاح رفتن رکوع یا موقع قنوت ذکر صلوات رو بگه، چون در همه جای نماز واجب یا مستحب ذکر خدا مانعی نداره، یعنی ثواب داره. در قیام، رکوع، سجده، هر جای نماز ذکر خدا جزو یاد خداست و هیچ مانعی نداره و بهترین ذکر هم صلواته. حالت ایستاده قبل از رکوع مثلا صلوات رو بگه بعد بره رکوع، یا در قنوتش مقید باشه صلوات رو بگه. در رکوع ذکر رکوع رو که میگه سبحان ربی العظیم و بحمده کامل کنه با صلوات. در سجده ذکر صلوات رو بگه. اگر بیننده های عزیز مقید کنن نمازاشون رو به ذکر صلوات، شاید در طول سال چندین هزار صلوات میشه، چون در شبان روز 17 رکعت نماز میخونی، بله، هر رکعتی حداقل 3 تا صلوات اینو جمع بزنی، در طول سال عمر گاهی میبینی به میلیون ممکنه برسه ذکر صلوات، و این واقعا یک وسیله نجات محکمی است برای ما. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی در حالت ایستاده قیام، در حالت رکوع و سجده نمازم این ذکر رو بگه، خدا یک ثواب قیام و یک ثواب رکوع و یک ثواب سجده به خاطر این صلوات بهش اضافه میکنه. به به، یعنی یک رکوع اضافه بهش ثواب میدن، یک سجده اضافه و یک قیام اضافه بهش ثواب خدای متعال مرحمت میکنه به خاطر گفتن ذکر صلوات. پس انشالله یکی از موارد صلوات اینه که ما در رکوعهامون، سجدهامون، قیاممون هم زینت بدیم و نورانی کنیم و معطر کنیم نمازمون رو با این ذکر، بسیار پسندیده هست.